نخستین کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در ولایت هرات برگزار شد. برگزار کننده های این کنفرانس هدف از ایجاد این سازمان را توانمندسازی و نقش جوانان در صلح و توسعه پایدار عنوان می کنند. این سازمان شامل 5 کمیته می باشد که اعضای این کمیته ها در جریان 3 روز پیرامون چالش ها و راهکارها در مسیر صلح بس و تبادل نظر می کنند. برای اولین بار بزرگترین کنفرانس در هرات برگزار کردیم تا این کنفرانس از سراسر افغانستان بیش از 12 ولایت پوشش قرار دارند که میتونند توان جوانان بیایند در بریسیروت در چتر یک آجاندای مشخص روی 5 کمیته اساسی سازمان ملل متحد که یک سب کمیته که به نام کمیته لوجرگا داریم که او کمیته فارسی است و او را برگزار کردیم که هر کمیته از آجاندای خاص خود دارند که در 3 روز کس روی آجاندا بحث میشن، گفتگو میشن، هر کس مسئولیت خود در قبال امو آجاندا میگویند و در آخر یک قطعنامه داریم. در این کنفرانس جوانانی از 12 ولایت کشور حضور یافته و تلاش دارند تا به منظور بیرون رفت از چالش های کنونی جامعه رای حل های ارائه نمایند. ظاهرا نقش زنان نیز در این کنفرانس به گونه بارزی مد نظر گرفته شده است، زیرا شمار زیادی از اعضای این کنفرانس را دختران تشکیل می دهند. در خود یک کمیته که ما هستیم یوین وومن هست، در او کمیته در بخش مشکلات زنان در خاورمیانه صحبت شده و قرار است که اشتراک کننده یا دلگیت به سر از این موضوع بحث کنند. موارد مشخصه که ما قرار است روی او صحبت بکنیم در جریان 3 روز کنفرانس، موضوعات وابسته به کمیته هایی است که ما در کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد سبز در نظر گرفتیم. از جمله در جنرال اسمبلی یا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوع استراتژی تازه آمریکا در افغانستان و تاثیرات آن بالای محیط و منطقه است. این سازمان در سال 2016 در افغانستان تشکیل یافت و در حال حاضر نزدیک به 200 تن از جوانان کشور عضویت آن را به دست آورده اند.